و تمامی آزادی خواهند. اطلاعیه پلتفرم دموکراتیک ایران، کلیه ایرانیان در تبعید آزادی خواهند، دیگر اندیشان، فعالین حقوق بشر و کلیه احزاب چپ و دموکراتیک را به دفاع از مردم جان به لب رسیده مردم ایران فرا می‌خوانند. خیابان‌ها و میادین محل سکونتمان را به میدان مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی بدل سازیم. در پی افزایش 300% قیمت بنزین و سهمی بندی آن که البته نشان از ورشکستگی دولت و خالی بودن خزانه دارد، بار دیگر و با به کار دستن این ترفند رژیم ضد مردمی ایران سعی در جریان کمبود بودجه دارد. این ناکارآمدی و محاسبه غیر اصولی تأثیر مستقیم بر قیمت‌های سر به فلک کشیده داشته و جامعه غرق در بحران ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در اعتراض به این امر مردم از 104 شهر به خیابان‌ها آمدند و مراتب نارضایتی خیش را اعلام نمودند، اما متأسفانه تحت سرکوب قرار گرفته و بی امان کشتار می شوند. این اعتراضات سراسری که وقوع آن قابل پیش بینی بود، ابتدا به ساکن و صرفاً نه فقط علیه افزایش قیمت بنزین و سهم بندی آن، بلکه تداوم اعتراضات اعتصابات کارگری و توده های به سطوح آمده است که بیش از 40 سال علیه شرایط حاکم بر جامعه به انواع گوناگون مبارزه کردند. اکنون این جنبش خود جوش مردمی با هدفی معین و خواسته ای روشن به میان آمده است و در خارج از کشور نیز به حمایت ما احتیاج دارند. پلتفرم دموکراتیک ایران ضمن حمایت از این اعتراضات بر حق مردمی در سراسر ایران، کلیه احزاب و سازمان‌های چپ و سوسیالیست، تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و دگراندیش را به برپایی سراسری مردم در دفاع از مردم ایران فرا می‌خواند. اطلاع رسانی درباره اعتراضات به منظور جذب حمایت افکار عمومی در تمام اروپا و در تمام دنیا وظیفه تک تک ما آزاداندیشان، دگراندیشان و انسان‌های در تبعید هستیم. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی!